نویسنده تاریخ تبرستان هم میگوید در شمال یک جایی بوده است که باز اونجا حسن اخاذی میکرده از مردم ایران. باری میگوید این شهر رو به من بده، و شرط دیگرش این بوده است که در این بیت المالی که در از کنم مدینه بوده بعد به کوفه رفته بوده اینها، هرچه پول هست مال من. شش هزار درم که میشه 6 میلیون درم، یعنی مثقال نقره یا سکه نقره، مال من باشه و به پدرم هم لعنت نکن. چون سنت اون روزگار چنین بود که حضرت علی به معاویه و ذوالکلا و یکی دو تن ریب عمرو ابن عاص لعنت میکرد بر منبر، اونا هم به علی و مالک اشتر و ابن عباس اینا لعنت میکردن. سنت کرده بود معاویه، یعنی این سنت لعنت بر علی ابن ابی طالب تا روزگار در واقع عمر ابن عبدالعزیز ادامه داشته و او برداشته بود، یعنی جزء لاینفک عبادات مسلمین بوده است که علی لعنت بکنن. او برداشته گفت آقا این سنت زشتی است، یعنی چه لعنت بر علی. معاویه هم جواب داده است که من دو شرط اول رو برای شما از شما قبول کردم، این پول و ثروت مال شما، اون مالیات دارابگردم مال شما، اما به پدرت خیلی معذرت میخوام، نمیتونم لعنت نکنم چون شایسته لعنت هست. ایشون هم گفته بکن، فقط گفته است چون امشب در اونجا هستی، روز جمعه هست، شبای جمعه لعنت میکردن، من به خطیب مدائن یعنی همون امام جمعه اونجا میگویم دستور دادم امشب رو به خاطر تو لعنت نکنه تا تو بری و شروع کنه لعنت کردن در تمام عرض کنم که اقطار اسلام و علی لعنت میکردن. به این قبول کرده، شما تصور بفرمایید چه آدمی بوده این، قبول کرده به پدرم لعنت بکن پوله رو به من بده، برداشته ریخته تو جیبش رفته. این بوده داستان خلافت اسلام. دیگه حضرت امام حسین حقی نداشته به این کار، نامه ها هست بین این پسر عموها در تاریخ ها. حسین هم بوده اینا جفتشون رفتن حضور معاویه، دست او رو بوسیدن، نمیدونم چه کردن، تعظیم کردن، امضا کردن در حضور شیوخ و بزرگان عرب، شاهد گرفتن آقا اینا هر دو تا برادر رو بود. امام حسین حقی نداشته به این کار، فروخته بوده برادرش، حقش اصلا سهمی نداشته در خلافت. اینها رو عرض کنم ابن خلدون و سایر مبرخان هم اشاره کردن که این بابا اصلا حقی نداشت، این ابو جعفر منصور دوانیقی که در واقع یکی از خلفای بزرگ اسلام و دومین خلیفه عباسی است، نامه ای نوشته از این پسران امام حسن و اینا. تاریخ قضیه رو بررسی کرده که این حسین آمد شلوغ کرد اینجا و این حقی نداشت، چون برادر بزرگ او که وارث خلافت و سیاست علی بود این پولش رو گرفته بود و رضایت داده بود و سهم خود را از خلافت واگذار به معاویه کرده بود، این سهمی نداشت که بخواد شلوغ کنه. به خدمت شما عرض کردم که این معاویه که سیاستمدار بسیار بزرگی بوده و فکر نمی کنم کسی باشه در بین مخالفان او هم که در هوشیاری او و در حلم او و در سیاست و کیاست او تردیدی بکنن، 20 چند سالی این پادشاهی کرد در واقع و آمده است راه افتاده است برای پسرش یزید، در واقع بیعت گرفته از بزرگان عرب، به زبان خود او از قول طبری میگوید گردن گردن که شاهان عرب رو نرم کردم و این چیز رو گرفتم برای شما، به جز 5-6 نفر که اینها میگوید که پسر عمر هست، منظورش عبدالله ابن عمر که بسیار بسیار مرد زاهد و مسلمانی بود. عرض کنم که اینهایی که ادعا میکنن حسین برای اسلام این حرفا اینجور نبوده، دیندار واقعی پسر عمر بوده، عبدالله ابن عمر برید نگاه بکنید بسیار زاهدانه میزیسته است. این حضرت امام حسن و حسین اینا خز میپوشیدن و تشکیلات بسیار ثروتمند بودن، فقیر زندگی نمیکردن. اما این عبدالله نام نیکی از خود در تاریخ به جای گذاشته است، نه عبیدالله، عبدالله این پسران عمر، عبیدالله است که بعد علیه علی شمشیر کشید و در جنگ صفین کشته شد، اما این عبدالله منظور بوده. میگوید این عبدالله بیعت نکرده با تو، حسین پسر علی غیبت نکرده با تو، عبدالله ابن زبیر در واقع ابن زبیر بله اون هم بیعت نکرده است با تو. و بعد توضیحات میده که با اینا چه بکن چه نکن، میگوید که با این حسینی پولی بش بده اینا هواشو داشته باش، اینا خیشان ما هستن، اینها بترس از این پسر زبیر. داستانش خیلی مفصله. و یزید آدم فرستاده است به اون مدینه، چون حسین در مدینه میزیست، حضرت امام حسین که اونجا از او بیعت بگیری، ایشون فرار کرده
اومده در حضور حاکم و از اونجا گریخته رفته به مکه. در مکه اونجا ابن زبیر اونجا تشکیلات تشکیل داده بود و اینها به این تحریکش کردن، چون او رو رقیب خود میدونست که بله یک آدمی هم فرستاده است، مسلم ابن عقیل به همین کوفه و اینا که ببین چه خبر است. اونجا هم باز این فرومایگان و گدایان شیعه اینا که پشت هیچ کس رو نگرفتن نامه نوشتن که آقا بیا 20,000 نامه، چند هزار نامه که تو بیا ما تو رو شاه میکنیم. ایشون به قصد کودتا با تحریک همه پسر زبیر را افتاد. بسیار آدم در واقع پیشبینیش بسیار ضعیف بوده، ادعاش خیلی زیاد بوده، رو خودش زیادی حساب میکرده، رو کودتاچیای کوفه هم حساب کرده بود. اگر نمیرفت زن و بچه و اولاد و عیال خودش و برادرانش رو جمع کنه بره در بیابانهای هولناک نمیدونم کجا به کشتن بده. پشیمون شد بیچاره وسط راه وقتی آمد و لشکر اینها رو دید پشیمون شده. و این همه قوم خیش بودن. سعد بن ابی وقاص رو عرض کنم رسول الله میگفت این دایی من. یعنی چی؟ یعنی اون ابن سعد معروف که ما در میبینیم که عرض کنم در تعزیه اشتلم میکند و عرض کنم که آمده است حسین رو بکشد، این پسر اوست که در حق این بابا محمد گفته است که پدر و مادرم فدای تو باد یا سعد فدا که ابی و امی. اینها این بنده پسر اون که ابن زیاد هست، اونم پسر عموش، پسر زیاد ابن ابی، این برادر معاویه است، پسر عرض کنم که به جهت این که حالا میگن مادرش نمیدونم چه بود، گفتم زیاد ابن ابی یعنی پسر پدرش، ولی بعد بس لایق بود و کاردانی نشون داده پدر این، ابو سفیان آمده بزرگان عرب رو جمع کرد آقا از این بعد این پس زیاد ابن سفیان، زیاد ابن ابی نگوید، این هم پسر عموش. یزید هم که پسر عموی حضرته. شمرم که بنابرای مشهور عرض کنم که ام البنین که مادر حضرت عباس هست و اینا، این داییشون میشه. اینا مش قوم خیش بودن. جنگم بر سر آبیاری اسلامی حرفا نبود، اتفاقا فساد و نفاق در اسلام آورده این حضرت امام حسین، بر سر قدرت بوده، همونطور که سابقش خدمتتون عرض کردم و بعد هم ادامه داشته. و بعد هم بنابر گزارش همه این مورخان که ما میشناسیم و کتاباشون رو در واقع قدیم هستن و از شبکه به اینها امکان صحت میشود داد، یعنی امکان صحت هست در کارشون، میگوید که اینها گفت آقا اجازه بدید که من بروم با کفار دیلمی نبرد کنم، یعنی ما ایرانی بیچاره دیلمیان، یا اینکه برگردم سر گوری جدم یعنی مدینه اونجا دعا بخونم و مسجد باشم، یا خودم برم پیش پسر عموم. اینا هیچ کدوم رو ابن زیاد البته قبول نکرده و ایشون رو کشتن. حالا اینا 72 نفر بودن، اینا هم از اونها 80 تا کشتن، این داستان تمام شد و اصابت که این قشقره به پا شد. و در واقع این داستان یک وسیله دستی شد یک برای کار سیاست و در واقع روی برتافتن از حکومت عرب برای ایرانیان. خود داستان تشیع در موضوع هویت ایرانی بسیار اهمیت داره، امروز به صورت یک دوالپایی به گردن ما پیچیده، ما داره خفه میکنه. این قصه و داستان بود. حالا شما بیایید به وضعیت ایران نگاه بکنید، هر بشود که این قرن جدید و عصر جدید و این که واقعا یک مملکتی اگر 4 ساعت کارش رو تعطیل بکنه دچار گرفتاری اقتصادی می شود، این مملکت ما ایران زمین حساب 12 من می شود همش تعطیله. این 10-12 نفر عرض کنم اهمی اطهار و بچه هاشون اینها رو میگن هی اینا رو کشتن، نمیدونم چه کردن. خب اینا رو کشتن، چرا کشتن؟ دیگری که پیداست اینا طرفدارانی نداشتن که اینا رو میکشتن. اگه اینا طرفدارانی داشتن و اینا مثلا بزرگان و روزگار خودشون بودن و کسی آدم درست حسابی و شمشیر زدن دیگه نمیکشتن. پیداست اینا پشتیبان نداشتن اما ادعا داشتن و میزنن میکشتن. هر روز تعطیله. اون روزهاییم که کسی از اینا نمرده نمیدونم چی نکرده سم تو هوا میزن تعطیل میکنن. یک بازرگانی میگه آقا ما بیچاره شدیم از بس که تعطیله. گفت در وضعیت عادیش ما پنجشنبه جمعه تعطیلیم، دنیا شنبه شنبه. حالا ما میخوام یک کالا بفرستیم مثلا به کویت منطقه، که ما اگر که فرض بفرمایید دوشنبه حرکت بکنیم ممکن است برسانیم این
کالامونو به بازارهای کویت و اینها، ولی بگذرد بخورد به چهارشنبه تمام شد، چون پنجشنبه تعطیل، جمعه تعطیل، شنبه دنیا تعطیل، و میگندد این میوه های ما در خوزستان اینها از اینجور گرفتاری ها و بدبختی ها. حالا شده است ماه رمضان، این بدبختی و نکبت، یک مش اجامر اوباش و یک مش آدم های نادان و جاهل. آخه آدم درست حسابی که نمیره در خیابان گل به سر بماله و تو سر خودش بزنه. در قدیم هم اون که متظاهر به شیعه بود و این حرفها رو قبول داشت، آدم های بسیار بسیار فقیر و جاهل، به همین جهت هم شما نگاه کنید مصنفان و مؤلفان شیعه خیلی کم هست تا قرون بعد، چون اینا اهل سواد و دانش و اینها نبودن، که اینا باش آدم های بیچاره فقیر بی سواد جاهل بودن. هنوز هم اونهایی که به سر میکوبن در خیابان همون جهلا و سفها هستن. آدم با شخصیت، انسانی که یک ذره عرض کنم که حس شخصیت و غرور بکند، یک ذره حس اصالت بکند نسبت به آدم بودن خودش، ایرانی بودنش هم فراموش کنه، که نمیره گل به مالت به سر بکوهد، به سر نمیدونم چاقو به تشش کنم خود سر خودش رو فرام کنه، بچهش رو نمیدونم زخمی بکنه تو خیابان که نمیدونم کیو کشتن، در فلان جا کشتن، چه کردن اینها. این هم یک نکبت و بدبختی است که البته چیزی که این قضیه رو تشدید کرده، دزدان رژیم هستن. دزدان رژیم کسانی که از سرات که این ثروت‌های کلان رو به دست می‌آورن بر اثر این فساد و مافیای رژیم، اینها هم بیشتر متظاهر به این کار هستن. گوسفندها سر می‌برن و قیمه ها میدن و عجابه بیچاره برای خوردن یه قیمه و اینا میاد دو تا سر خودمون می‌زنن اونجا یه قیمه سیری می‌خورد. این تشکیلات باید یک روزی جمع بشه، این مایه آبروریزی این مملکت، این مملکت حیثیت داره بابا جان، این مملکت یکی از کشورهای پایه‌ای تاریخ جهان هست، فرهنگش، مردمش، بزرگانش، مدنیتش، اینها مهمه. این کسافتکاری، این مایه ادبار و بدبختی آبروریزی رو باید جمع کرد. آقا این چه کسافتکاری است؟ خیابان قمع زدن و نمیتونم به سر صورت کوبیدن، حالا شنیدم آمدن در لس آنجلس هم یک عده جمع کردن و اینها، و اصلا من نمیدونم باید چه کرد. این خلاصه مطلب بود خدمت شما بزرگواران، که اینها همیشه هوا رو متعفن میکنه، داستان اینها، کارهای اینها، احکام اینها، نگاهشون به دنیا، نگاهشون به از کنند که به زمین، نگاهشون به کوها متعفنه، نگاهشون به زن بوی تعفن میده، نگاهشون به قضیه کلیت انسان بوی عفونت میده، بوی جهالت و بربریت میده، حال آدم به هم میخوره از این داستان. یک ادم هستن البته اینجا، یخ فروشان زمستان اسمشون میشه گذاشت، مقالات مینویسن، شکوهمند، اسلام شکوهمند، آقا با شکوه. یه جوابی هم ما دادیم به یکی از اینا، عرض کنم که به زودی در اینترنت خواهید دید، ایزم کشان تابستان، یخ فروشان زمستان، در روزگاری که مردم ایران بیزار شدن از شکل آخوند و قیافش و ذهنیتش و دینش و ایمانش و حرکات و بجناتش، اینها آخوندش و کوهمند. وظیفه اصلی برگردن جوانان و مادران هست. مادران خیلی مهم هست. مادران مملکت اگر بیدار بشوند که شدند و حمدالله و المنه، زنان ایران در جهان نظیر ندارند. در هوشیاری، در بیداری، در شخصیت، در اصالت، خب این رو عرض کردن که ما هر موقع وارد این قضایا شدیم، اینم حلیت المتقین هست اینجا، اینا جز فرومایه که اینا برای عوام بوده، این داستان ها برای عوام، هر جاشو باز کنی میبینی مجلسی فقط برای عوام و ناس و جاهلترین آدم های مزخرفات رو گفته. بفرمایید مثلا آدم عامی نادان که بر به انگیزه خرد حرکت نمی کنه، که اینو باید با دین و بهشت و جهنم و اینها، فرشته و حوری و اینا برکت ها. مثلا من این کار باز کردم صفحه 207 کلیت